گفتن که میخوان رهبری رو موروثی کنن. خب اگر فرزند مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی آل امام خامنه ای اگر فرزند رهبری را مدظلهما را مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر آینده انتخاب کنه، آیا این حکومت موروثیه؟ ابدا و اصلا. در قانون شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیست. نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه. اما آیا منعی داره که همچی اتفاقی افتاد؟ منعی در قانون هست؟ اصلا و ابدا. ملاک شرایط ذکر شده برای انتخاب رهبری، باید فقیه باشد، باید مدیر باشد، باید مدبر باشد، مخالف هوا باشد، مخالفا لهوا، صائنا لنفسه و غیره که بیان کردن شرایطش رو. حالا اگه مجلس خبرگان رهبری این شرایط رو به فرض در شخص فرزند مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مثلا پیدا کنه، خب چه مانعی داره؟ معظمان ره رو به عنوان رهبر جامعه اسلامی ذریتن بعضها من بعد و الله سمیع علیم، مگه مردم با، حالا نمیخوام قیاس کنم امیرالمومنین امام مجتبی، مگه مردم با امام مجتبی بعد از امیرالمومنین بیعت نکردن؟ اگر مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی فرزند امام رحمت الله علیه بعد از امام بودن، برای ایشون امکان سکانداری انقلاب نبود؟ اینکه دشمن آیت الله حاج آقا مصطفی را هدف حمله قرار داده، اینکه در رسانه‌های استعماری مدت هاست به این شخصیت، این عالم فقیه، متقی، زاهد، مدیر، مدبر، اینها میترسن. مصداق این آیه شریفه نتربص به ریب المنون، خوف دارن که راه امامین انقلاب توسط مثلا ایشون استمرار پیدا کنه، نتونن ریل حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی رو از مسیر صحیحش خارج کنه. اینا میترسن که اگه بعدی ایشون باشه نتونن اون کاری که میخوان، اون نقشه هایی که دارن بکنن. خداوند عمر رهبر بزرگوارمون رو به بلندای آفتاب دراز بگرداند، بر توفیقات فرزندانشون بیفزاید، خصوصا آقا مجتبی که سالهاست خدا وکیلی مظلومانه هر تهمتی هر حرفی، و الان هم یه بیانیه بدن اصحاب فتنه که آدم چی در رابطهشون بگه، اینجوری بخوان ظلم کنن و اینجوری بخوان حرف بزنن. معلومه ایشون یه خاریست در چشم دشمنان اسلام و انقلاب. خدا انشاءالله از بلایا مسئولشون بداره، محفوظشون کنه. از مجلس عزیز خبرگان و دبیرخانه محترم این انتظار هست که به این شبه افکنی ها یه پاسخ در شأن در خوری بیان کنن، بگن یه مطلبی، نگذارن هر که هرچی میخواد بگه. این اول توهین به خبرگان رهبریست که بگن آه ما انتخاب میکنیم، ما منتخب مردم هستیم، فقیهانی هستیم، شرایط رو میسنجیم، شرایط رو میبینیم، اون چه که قانون گفته انتخاب میکنیم،